در آغاز ریاست دوره هلند بر اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی در رأس دستور کار این کشور قرار گرفته است. همچنین در حالی که اعتماد و اعتقاد شهروندان اروپا نسبت به نهادهای اروپایی رو به کاهش گذاشته است، هلند در نظر دارد در 6 ماهه ریاستش شهروندان اروپا را به مدیریت بروکسل نزدیک کند. اما همانند سایر کشورهای اروپا، هلند هم با سیل ورود پناهجو روبروست. تنها در سال گذشته 60,000 مهاجر در خاک هلند تقاضای پناهندگی کردند. معاون شورای رسیدگی به پناهجویان در هلند: فکر نمی کنم جامعه به مرحله رسیده باشد که بخواهد به این روند پایان دهد. اما فکر می کنم فقدان یک راه حل در اروپا و فقدان یک راه چاره سیاسی مردم را نگران کرده است. من هم وحشت زده ام و امیدوارم در طول ریاست هلند بر اتحادیه بتوانیم راه حلی قاطع بر مشکلی که در اروپا با آن رویارویم بیابیم. برای کاهش هزینه‌ها، اجلاس اتحادیه اروپا در ارتباط با ریاست جدید در موزه‌ای در آمستردام برگزار می‌شود. به همین دلیل دولت هلند تصمیم گرفته است برای ریاست این دوره از همان مارک‌هایی استفاده کند که در قبل کرده بود. اما گزارشگر یورونیوز در آمستردام نظر دیگری دارد. برای دولت هلند ریاست دوره‌ای اتحادیه در مقطع نامناسبی آغاز شده است. نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که حزب راستگرای افراطی در هلند که مخالف مهاجر و اتحادیه اروپا است، به مراتب از دولت ائتلافی این کشور محبوب‌تر است.